برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مردم ادلب و حلب در شمال سوریه برای محکوم کردن فساد و اقدامات تجاوزکارانه گروه تروریستی موسوم به هیئت تحریرالشام تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. ساکنان حومه ادلب و حلب در شمال سوریه که تحت کنترل هیئت تحریرالشام هستند، اخیراً علیه این گروه تروریستی به پا خواستند. این تظاهرات بیانگر خشم و نارضایتی عمیق مردم نسبت به عناصر مسلح و اقدامات آنها ام از فساد، بازداشت‌های ظالمانه و تجاوزات حقوق بشری است. این در حالی است که درگیری و نظامیان عناصر مسلح تحریرالشام و گروه‌های مسلح موسوم به ارتش ملی که برای گسترش دامنه نفوذ خود به دنبال سیطره بر مناطق جدیدی هستند، شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اخبارشیه، گرمای سوزان شهر جیپور هند و کمبود منابع آب باعث شده تا شماری از اعضای سازمان مردم نهاد حسین کیست اقدام به تهیه و نصب آبخوری روی درختان برای پرندگان کنند. این ابتکار اعضای سازمان حسین کیست توسط مردم محلی مورد تحسین قرار گرفت و بسیاری از آنها قدردانی کردند. شایان ذکر است این سازمان همچنین در میامی آمریکا با اهدای غذا، میوه و آب به نیازمندان کمک رسانی می کنند. یکی از سرکردگان گروه تکفیری داعش از سوی دادگاهی در بابل عراق به اعدام محکوم شد. دادگاه کیفری بابل عراق حکم اعدام یکی از رهبران گروه تروریستی داعش را صادر کرد. شورای عالی قضایی در بیانیه اعلام کرد دادگاه کیفری حکم اعدام یک تروریستی در سازمان داعش را که در الانبار دارای سمت بود صادر کرد. در این بیانیه آمده است این حکم بر اساس مفاد ماده 4.1 قانون مبارزه با تروریسم در خصوص ارتکاب جرم مبنی بر انفجار دو خودروی بمب گذاری شده و تخریب پل سقلاوی صادر شده است. در نتیجه این انفجار 4 تن از نیروهای ارتش عراق کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند.